سلام سلام دوستان عزیزم، همراهان گرامی، امیدوارم خوب و خوش و خندون باشید. با آموزش خورشت کرفس با نعنا و جعفری در خدمت شما عزیزان هستم. خیلی سریع میریم سراغ آماده کردن این خورشت بسیار بسیار خوشمزه. ابتدای مقدار روغن رو توی تاوم گذاشتم داغ بشه. یک دونه پیاز بزرگ دارم، خلالی خورد کردم، پیازامو تفت میدم و تا جایی که یه مقدار نرم بشه. بعد از اون وقتی که پیاز هم نرم شد، گوشتمو توی پیاز تفت میدم و کنار میذارم. خب عزیزان، توی این مرحله که پیازهای من یه مقدار نرم و طلایی شد، من 300 گرم گوشت مغزرون گوساله دارم. گوشتامو تفت میدم با پیازام. یه مقدار بهش سرچوبه اضافه می کنم، به یه قاشق مربا خوری. دیگه که تفت خورد، یه دو سه لیوان آب به گوشتم اضافه میکنم، زیرشو کم میکنم تا آروم آروم بپزه و میرم سراغ مرحله بعدی که سرخ کردن کرفس و سبزی هستش. کرفسامو میخوام سرخ کنم. یه بوته کرفس دارم به حال هر اندازه که دلخواهتون بود برش بزنیم و کرفسمو تفت بدیم. کرفسای من تفت بود تا همین حد کافیه. حالا یه مقدار اون برگه سبز زیبای کرفس رو من خورد کردم، اینم یه مقدار بهش اضافه میکنم. یه تفت کوچولو باز با هم میدم. اینجا نعنا جعفری دارم، دو تا دسته کوچیک نعنا، دو تا دسته کوچیکم جعفری خورد کردم، اینم اضافه میکنم. و یه مقدار تفت میدم. عزیزانم همون حد کافیه، خیلی نعنا جعفری رو فریختیم دیگه سرخ نمی کنیم، چون اگه خیلی سرخ بشه نعنا تلخ میشه. حالا سبزیمون رو پیش رو خاموش میکنم، کنار میذارم سبزی و کرفسم و اجازه میدم وقتی که گوشتم پخ، چون ممکنه کرفس، نمیخوام کرفسم له بشه. بعد از اینکه گوشتم پخت، نعنا جعفری و کرفسمو به خورشت اضافه میکنم، به گوشتم اضافه میکنم. توی این مرحله گوشت من آماده شد، پخته شده بود و حالا گوشتو به کرفس و سبزی اضافه کردم
و اجازه میدم که کرفسم هم پخته بشه. همچنان بهش نمک رو اضافه نمی کنم تا کرفس ها خوب پخته بشه. کرفس خودش مقدار هم شوری داره. وقتی آماده شد تست میکنم ببینم نمکش چطوره و بعد بهش یه مقدار نمک و چاشنی رو اضافه میکنم. من تصمیم دارم که به خورشتم برای چاشنیش آب لیمو بزنم. شما عزیزان میتونید از آب غوره هم استفاده بکنید. خب بعد از حدود نیم ساعت کرفسای من پخته شده، خورشت داره یواش یواش جا میفته. اینجا من چشیدم و دیدم که خب نیاز به یک مقدار کمی نمک داره. یک کوچولو بهش نمک رو اضافه میکنم. یک مقدار کم زعفران رو آب کرده اضافه میکنم برای بیشتر خوش عطر و طعم شدنش. و حدودا 3 قاشق آب لیمو دارم که اینم به خورشتم اضافه میکنم و میذارم یه مقدار بیشتر جا بیفته. زیر خورش خاموش میکنم. در پایان حتما آماده شدهش رو به شما نشان خواهم داد. خورشت کرفس من آماده شده، جا افتاده و بسیار بسیار خوش رنگ و خوش عطر بو. امیدوارم که این خورشت خوشمزه رو حتما توی منزل درست کنید و نوش جانتون باشه. مرسی از همراهیتون مثل همیشه. ممنونم از لایک هاتون، از پیام های پر از مهرتون. سابسکرایب و سیو فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی خدایا رو نگهدارتون.